از طرف رحمان ماه رمضان آمد با عزت و با شوکت ماه رمضان آمد بله ماه بیداری اندیشه و تفکر ماه دریدن پرده های غفلت جهل و نادانی ماه نزول کتاب زندگی ساز و تربیت آفرین بر همگان مبارک دوستان و عزیزان بیننده امیدوار ماه مبارک رمضان را به خوبی آغاز کرده باشید و ما هم در نخستین روز ماه پرفیض و پربرکت قرار داریم امیدوار هستم که این ماه را به خوبی سپری بکنیم و این مهمان خداوندی را به خوبی پذیرایش بکنیم برنامه را که ما روی دست گرفتیم به همین مناسبت تحت عنوان فهم قرآن برنامه است که آموزشی نه تنها برای دانش آموزان سنوف هفتم و هشتم مکاتب معارف افغان ترک بل برای تمام دانش آموزان سایر مکاتب افغانستان برای دانشجویان عزیز برای پدران و مادران که مربیان حقیقی فرزندانشان هستند این برنامه را تعقیب بکنند و از این برنامه مستفید شوند مطمئن هستم که برشان مفید خواهد بود برنامه آموزشی فهم قرآن هست خداوند را شاکر و سپاسگزار هستیم که دین را بر ما داد و کتاب را بر ما ارزانی کرد که آغادش با اقره هست و با قلم قسم یاد می و یک تفاوت قابل ملاحظه میان افراد دانا و افراد نادان قائل هست پس جوان عزیز دوستان و عزیزانی که بیننده هستید برای ما سزاوار نیست که با این همه توصیه های اکید قرآن باز هم این همه دستورات متین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را نادیده گرفته در امر آموزش و پرورش و کسب معرفت فهم قرآن سهل انگاری بکنیم و در قسمت آموختن قرآن تزی از خود نسازیم بل تلاش بکنیم تا در خصوص کسب علم و دانش فهم قرآن تلاش بکنیم از خود خشو و خضو و خرج بتیم لازم به ذکر است که قبل از که برنامه را آغاز بکنیم می که چند نقطه اساسی را خدمت دانش آموزان عزیز خدمت استادان محترم که در مکاتب در مدارس تدریس می کنند ایراد بکنم و توصیه های خود داشته باشم توصیه هایی که در خود کتاب تجوید صنف هفتم و هشتم هم تاکید شده پلایزم اولین گفتنی ما برای دانش آموزان قرآن برای کسایی که قرآن می برای استادایی که قرآن تدریس می تجوید تدریس می و این کتاب زندگی ساز را برای فرزندان مسلمانان یاد میتن تاکید ما این است که اول دانش آموز و کسی که تدریس میکنه اون باید فکر بکنه که من عبادت میکنم و این انگیزه را داشته باشند مطمئن باشند که خوب تدریس میکنند و دانش آموزا هم خوب بیاموزند یعنی آموختن قرآن را و تدریس قرآن را عبادت بپندارند چون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می خیرکم من تعلم القرآن و علمهو چی معنی؟ بهترین شما کسی است که قرآن را می و خودش می و به دیگر هم می آموزانه. یعنی بهترین شما کسی است که بهترین شاگرد شاگرد قرآن است که می آموزن. و بهترین معلم هم معلم قرآن است که قرآن را یاد می ده. پس ای را عبادت ببینند بعد خوب یاد میگیرند و خوب تدریس میکنند دومین توصیه ما است که قرآن کلام الهی است با این کلام الهی را باید ما با خشوع و خضوع تدریس بکنیم سنف قرآن و سنف که تدریس میشه در اونجا قرآن فضای مهربانی، لطف، و کلمات خوش استفاده شود اونجا نه اونجا صنف توبیخ صنف قهر و غذب بوده باشه چون قرآن به ما فروتنی را یاد میته خشوره را بر ما یاد میته خضور را بر ما یاد میته پس لازم نیست که ما در صنف قرآن از قهر و غصه و غذب یاد بگیریم از استاذای نهایت عزیزم تقاضای ما ای است که را از قرآن نگریزانند برای تشویق طفلا نیاز است که مهربانی بکنند چون قرآن خود کتاب مهربانی هست لازم نیست که ما از قهر و غصه استفاده بکنیم تا فرزندان ما از قرآن خواندن دور شوند و نخواهند که قرآن را یاد بگیرند روزی میگن از عبدالله ایمن مبارک خواستند که خشو یعنی اخلاق نیکو را در یک کریمه برشان خلاصه بکنن عبدالله ابن مبارک که بعد از یک تبسم زیبا گفتند این یعنی اخلاق نیک ترک خشم ترک خشم اخلاق نیک است یعنی ترک کردن خشم یکی از علامات خوب انسان مؤمن هست و یکی از علامات بارز کسایی که اخلاق نیک دارن هست پس ما در قسمت آموزش و پرورش زیاد تلاش بکنیم و زیاد سعی بکنیم تا بهتر و بهتر یاد بگیریم وقتی های شما عزیزان را نمیگیریم و برنامه خود را آغاز میکنم از سلایدی که بر شما تهیه کردیم شما هم میتوانید که از این سلاید استفاده بکنید و بیننده باشید سلاید ما را هم که از فهم قرآن اولین سلاید ما هست دقت بکنید در سلاید فهم قرآن عنوان برنامه ما هست ما میخوایم کمی توضیحات بتم هرچند فهم قرآن یک موضوعی هست که برنامه هایی نیاز است که ما در بخش توضیحات بتیم ولی امین قدر میگم در بخش فهم قرآن شما کتاب را می آموزین کتاب را آموزش ببینین که غیر قابل تحریف هست هیچ گاهی ابدا در گذشته هم تغییر را قبول نکرده و در آینده هم هیچ گاهی تغییر را قبول نمی کنم بنان شما خوشبخت هستین که یک کتاب را یاد می یک کتاب الهی را یاد می که هیچ وقت تغییر را قبول نمی کنم خداوند خودش می در قرآن عظیمشان شان اینا نحن نزدن لذکر و اینا له لحافظون میگه ما قرآن را نازل کردیم و خودم حفاظتش میکنم پس خوشبخت استیم که چنین کتاب داریم یک وقت استیم چنین کتاب داریم که هیچ وقت تغییر نمیپذیره و باید درست بخوریم نه در کلمه نه در حرف نه در هیچ مورد قرآن تغییر را نمی پذیره. حتی کتاب های آسمانی هم بودن که علمایشان به خواست و میل خودشان کتاب را تغییر دادن اما قرآن یگانه کتابی هست که ابدا تغییر نکرده و نمی کنه. شاعر از ترجمه و تفسیر ایاد گرفته یک شعر بسیار زیبا سروده خدمت شما به خانش میگرم میگه گر میری تو نمیرد این سبق گر میری تو نمیرد این سبق من کتاب و معجزت را حافظم من تو را اندر دو عالم وافعم من تو را اندر دو عالم وافعم تا غیان را از حدیثت دافعم کس نتواند بیشکم کردن در او فی تو به جز من حافظ دیگر ماجو دقیقا دقیقا که ما در اولین سوره هم خواندیم در سوره بقره که لا رای در ای کتاب هیچ شک و شبهه وجود نداره که مطمئن استم که همه در این مورد تصمیم گرفتن کتاب قرآن را بیاموزن کتاب غیر قابل تغییر را موضوعی که درس ما هست تعریف قرآن قرآن را که بر شما تعریف بکنم قرآن چی هست قرآن عبارت از کلام الهی است که از جانب خداوند توسط حضرت جبرائیل امین برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاده شده است خیلی زیبا هست اینجا که توضیحات نیاز است که برای شما بتون هر کی و هر چی به قرآن وابسته شده وصل شده قرآن به او جایگاه بخشیده چه ببینید شما زمانی که ملائکه که از جانب خداوند قرآن را وسیله میشه به پیامبر نازنین اسلام میاره ما ملائکه ها را تعدادش را مشخص کردن نمیتونیم بینهایت است ولی ملائکه که در نزد خداوند از جمله ملائکه های مقرب هست با افضل هست مرتر هست اون ملائکه حضرت جبرئیل امین هست این چرا حضرت جبرئیل این قدر مقدم و افضل و برتر شده به خاطر از اینکه قرآن را او آورده دوم به کسی که قرآن برش نازل شده اون پیامبر نازنین اسلام هست حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از تمام پیامبران با افضل هستند برتر هستند بل بر تمام انسان های روی زمین که گذشتن و هستن برتر و افضل خداوند قرار داده چرا به خاطر از اینکه قرآن برش نازل شده و این برتری ای را قرآن برش داده و احترام را قرآن برش داده در اون ماهی که قرآن نازل میشه از بین دوازده ماه ماهی مبارک رمضان که ما فعلا در اولین روزش قرار داریم به خاطر چی محترم هست از خداوند برتر هست به خاطر از اینکه در این ما قرآن نازل شده و اون شب که ای قرآن نازل میشه شده شب قدر هست که خداوند در سوره قدر یک سوره را به نام سوره قدر هم فرستاده و تعریف میکنه که میگه که انا انزلناه فی لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر میگن شب قدر از هزار شب دیگه برتر و مهم هست و با افضل هست چرا به خاطری که قرآن در شب نازل شده و کسایی که امرین قرآن هستن کسایی که قرآن را میخوانند و یا کسایی که قرآن را تدریس میکنن اونا هم برتر هستن بیشتر هم حدیث را بر شما خواندم که خیر رو من تعلم القرآن و علمه بهترین شما کسی است که قرآن را می و دیگران می آموزانه. یعنی قرآن هر که گفتم به قرآن وابسته شده چه شاگرد هست چه استاد هست چه ملائکه بوده چه پیامبری بوده خداوند برش عزت داده برش برتری داده پس چون این کتاب نصیب من و شما شده پس این کتاب را باید مطالعه بکنیم به زندگی خود عملی بسازیم دومین بخشی که ما میخوایم به شما توضیح بدم تو، حقوق قرآن هست قرآن بالای ما برای تمام مسلمانان چی حقی داره که ما باید انجامش بدیم این کتاب زیبایی که ما دربارش صحبت کردم چی موارد برای ما گفته که باید ما عملیش بکنیم ببینید اولین حق قرآن ایمان و تعظیم است که الحمدلله ما ایمان داریم و باورش داریم که به عنوان کتاب ما فرستاده شده دوم تلاوت و ترتیلش هست که ما باید این قرآن را وقتی بر ما فرستاده شده تلاوت بکنیم تلاوت هم هم به شکل ترتیل بخوانیم و هم به شکل درستش بخوانیم که موضوع بعدی هست که ترتیل هم الله صحبت میشه تذکر و تدبر هست که نیاز داره که قرآن باید در موردش تذکره بتیم صحبت بکنیم و در فکر بکنیم مفاهیم قرآن را بحث بکنیم و مورد چهارم هم اطاعت و پیروی هست از قرآن باید ما پیروی بکنیم اطاعت بکنیم و پنجمین موردش هم تبلیغ و تبیین هست یعنی وقتی که این همه مورد را گرفتیم و عملی کردیم نیاز است که باید قرآن را پیامش به دیگران هم برسانیم مردم را هم به قرآن دعوت بکنیم که بیان این کتاب را از مزایا و خوبی هایش مستفید شوند ما از این حقوقی که قرآن برای ما قائل شده میخوایم که در برنامه خود بعد از اینکه ما ایمان داریم باور داریم به کتاب الهی ما بخش تلاوتش را آغاز کنیم به خاطر تلاوت کردن این کتاب الهی چی نیاز است ما کدام موارد را در نظر بگیریم تا درست بتانیم که این کتاب الهی را تلاوت صحیح بکنیم که هم خود راضی شود و هم مایی که میخوانیم یک حدیثی هست در این مورد ما خواهیم که حکیدن یه حدیث را بخوانم بر شما حضرت عایشه صدیقه خانم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الذي يقرأ القران وهو ماهر به مع سفرات الكرام البراره کی نمی خواهی که امرای ملائکه های مقرب خداوند باشه؟ همه میخواهیم پس کسی که می با ملائکه های مقرب خداوند یک جا شوه یعنی محترم شوه پس میگن به با قرآن باید ماهر باشه پیامبر نازنین اسلام در حدیث میگه که کسایی که قرآن میخوانن در حالی که به خواندن قرآن ماهر باشن با تجوید بخوانن همراه ملائکه های مقرب خداوند یکسان هست این همراه ملائکه های خداوند یکسان هستند پس ما به خاطر که با ملائکه های خداوندی یکسان باشیم بهتر است که قرآن را یاد بگیریم فقط در برنامه امروزی می که فهرست موارد را که ما تدریس می کنیم بر شما خاطر نشان بسازم و انشالله که جزیات تذیر در برنامه بعدی بر شما ایراعه خواهم کرد ما مواردی که بحث می کنیم در طول یک ماه مبارک رمضان در برنامه خود این موارد هست که انشالله با فراگیری این همه عناوین مطمئن هستم که شما درست قرآن می اولین موردش یادگیری حروف و مخارج قرآن هست نیاز است که اول باید ما حروف قرآن را یاد بگیریم که از کدام قسمتی از اعضای تکلم ما خارج میشه این هر حرف که ما در قرآن کریم 29 حرف داریم 29 حرف از کدام قسمت های اعضای تکلم ما خارج میشه و تولید میشه ای بس که تمام کردیم بس بودی ما هم احکام نون ساکن هست و تنوین که خیلی مهم هست در تلاوت قرآن به خاطر یادگیری قرآن این مورد در نظر بگیریم که زیبا قرآن خواد خواندیم بعدش هم احکام میم ساکن را بحث میکنیم که بس خیلی بزرگ هست و موضوع چهارمی ما هم که ان الله علامات وقف است که وقت ما قرآن میخوانیم کجا را باید وقف بکنیم در کجا مکس بکنیم استاد شویم و نفس بگیریم و ای علامات وقف را به شما توضیح خواهد دادم موضوع پنجم ما هم لام شمسی و لام قمری خواهد بود که کدام لام ها هست که ما تلفظ میکنیم و کدام لام ها هست که نوشته میشه ولی خوانده نمیشه یا موردی هست که انشاءالله در برنامه های آینده یک ا یک رویش بحث خواهد کردیم بازم تشکر از که برنامه امروزی را از اول تا آخر بیننده بودید و از امیدوار هستم که چیزایی که گفتم به عنوان یک انگیزه دهی که هر معلم باید پیش از درس خود مواردی را برای شاگردای خود خاطر نشان بسازه تا انگیزه بگیرن برای یادگیری قرآن تا برنامه فردا که باز هم در حضور شما خواهیم بود خداوند یارو مددگار